با مریضان. معامله خوب این گویم که 50% تبابت است، از بعضا سوزندارو بهتر. دغلی کردن در کار نیست و مخصوصا در مرحله های یاری تعجیلی اولیه، وقتی که مراجعت میکنن نظیر شما میبین، مردم را ناامید کردن در کار نیست، کمک کردن در کار، راه نشان دادن در کار، با کجا مراجعت کردن، با کجا رفتن، در کجا وای کردن، اقلا در مؤسسه شما که جای نیست. اینا عرض شکایت ها، ناراضگی مردم خیلی زیاد است از بعض طبیبا مؤسسه های طبابتی. ما امروز امکانیت خیلی وسیع داریم برای بستری کردن و طبابت کردن در یک پایتخت مملکت. حالا ما در آن جایی که وای داره، در اینجا برای طبابت 500 جای این احتیاطی است. همین روز ما دیده برآمدیم زیاده از 3200 جای اضافگی احتیاطی آماده کرده شده است در یک شهر دوشنبه پایتخت مملکت. لیکن انشاءالله ما به این درجه با نمی رویم. این روز ما تحلیل کرده برآمده ایستادیم، پس شوی شدت گویند که بیماری علاقه شروع شده است. اگر با کمتر کار را درست برآمونیم، زحمت کشیم، من فکر میکنم که در هفته های نزدیک ما به هدف و مقصد های خود میرسیم. تمام مؤسسه های سازمان تندرستی، کارخانه های داروسازی، داروخانه ها و شرکت هایی که به کشور مواد دارواری وارد می نمایند، به رجه کار شبانه روزی گذرانیده شده طلبات اهالی مملکت با مواد دارواری و تجهیزات و اشیاء طبی سری وقت تامین کرده شد. وضعیت به عمل آمده بار دیگر اندیشه و تاکید های در ملاقات با عالمان و اهل زیای کشور ذکر گردیده را اثبات نمود. یعنی طبیعت تاجیکستان تمام نمود گیاه های شفابخش و برای صنعت داروسازی ضروری را به ما رایگان داده است، ولی تا حال ما کارخانه های داروسازی نداریم که در شرایط بسته بودن مرزها و منع رفت و آمد با کشورهای خارجی طلبات مردم را قانع نمایند. همگی تحلیل کرده برآمدیم 10% مواد داروی ضروری در داخل کشور استحصال کرده می شود، خلاص. 90% دیگرش این از بیرون وارد کرده می شود، صدها میلیون دلار هر سال. وابسته به این، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی حالی وظیفه دار کرده می شود که یک جا با دیگر ساختار و مقامات دخلدار، صاحب کاران، برنامه دولتی رشد صنعت داروسازی را تهیه کرده در مهلت 3 ماه با حکومت مملکت پیشنهاد داد. طور متخصصان ساحه تی بخصوص روانشناسان می دانند ترس و واهمه برانگیزنده اساسی اکثر بیماری های روحی بوده. انسان در نتیجه تعلقه و هیجان شدید می تواند به بیماری های مبتلا گرده که عاقبت های آنها از ویروس نو وزنین ترند. من یک چند مراتبه از روز اول مراجعه به مردم ان همین موقع را تاکید کرده بودم و بار دیگر تاکید می سازم. با گروه چنین بیماری ها دیابت قند، سرطان، بیماری های قلب، گیپاتیت و بعضی بیماری های دیگر داخل می شود. هر یک شخص باید در مورد احساس ناراحتی و پیدایش نشانه های بیماری بدون ترس به طبیبان مراجعه نماید تا اینکه طبابت آن هرچی زودتر آغاز کرده شود. ما در وقت فرماندهی به اهالی، به متخصصان، عالمان ساحه تاکید میکنیم که ما تنها درباره این ویروس حرف نزنیم. در اینجا میگیم که فائز بیماری معینی با آن بیماری های شدید میگذارد که آنها در بدن خود علاقه چند نمود کسلی های دیگر را دارند، از آن جمله دیابت قند، خب بیماری های
قلب فشار بلندی بیماری های التهاب شوش یا که پنیمونیا میگیم یا که دیگر کسلی ها یا که راه های نفس لیکن ما توصیه دادن همون در کار است که من بیمارانی که علاقه سالهای طولانی چنین اذیت میکشن از این بیماری ها چیکار کردنشان در کار چگونه رفتار کردنشان در کار پیشگیری کرده شود که به همین کسلی گذرنده ویروس گرفتار نگردن یا این که ما میگیم فربیهی هم یکی از اونایی هستن که کسلی قند و دیابتی قند و فشار بلندی و قلب دیگر را آورده میرساند لیکن برای پیش رای فربیهی را گرفتن چی کار کردن اما در کار با مردم فهموندن اما در کار همین طور نیست میسته که آی روز در باره من همی کرونا ویروس فهمانده ایسادیم یکی سبب هایی که بعضن مریضان سخت شدتناک میگذارانند بعضن حالت های فوت هم هست انا سببش فهمانده نماده کن که مردم بیشتر با طرز حیاتی سالم مشغول شوند با مشغول ترمیم مشغول باشند نان را کم استعمال کنند مواد های غذایی کالریشون بلند را کمتر یکی از سبب های کسلی های دیگر این فربیشوی است به حرکتی است شما خوبتر میدونید سببی پیدایش کسلی التهاب شوش یا اینکه پنیمونیا چی است یکی اگر شما کشیدگی باشد یکان جا سردی دیگر لیکن از لحاظ دیگرش به حرکتی بسیار خواب رفتن است حتی در وقت جراحی طبیبان کوشش میکنند این یا آن اگر مریض بیمار اگر جراحی باشد هرچی زودتر بپای خیزانند که با پنیمونیا گرفتار نگردند در بیستر این مردم فهماندن مونده کار که قدم زنن اقلن و همین روز ما تحلیل کرده ایستادم در ولایت ها در بعض شهر نایا عموما این ویروس وجود ندارد برای چی؟ اساسا نایا های کشاورزی هستند مردم زحمت میکشند مردم محنت میکنند خونشان کار میکند نه فربی هستند نه کسلی دیابتی قند هستند بیچارشان نه کسلی های التهاب شوش هستند نه به این ویروس گرفتار میشوند یعنی ایمونیتیتی بلند دارند مسئولیتی بلند دارند ارگانیزمش نیست در بسیار شهر نایه های مملکت این ویروس وجود ندارد یعنی ما در وقت فهمانده دهیم به مردم فهمانیم ولی یک پرابلم های دیگر در جمهوری یک بیماری فربیشوی است که این آورده می رساند به بیماری قند دیابتی قند به فشار بلندی و کسلی های قلب و دیگر بیماری ها در وقتی سخنرانی فهمانده دادن با مردم همین چیز دارم فهماندن در کار یا طرز استعمال درست مواد غذایی همه چی را ما داریم برای سلامتی انسان را نگاه داشتن همه چی استحصال میکنیم و داریم این میوه تر تازه از لحاظ اکولوژی که طبیعت تاجستان و دهقانان پرورش میکنن در بسیاری دولت های دنیا نیست یا لوبیا گیا آنچه که برای انسان برای سلامتیش برای عمر دراز دیدنش همه چیش در ما هست این را با مردم کی بفهموند متخصیص اساسا طبیبان با سخن طبیب مردم اهمیت میدهد دقت میدهد گوش میدهد ریایه میکند ما باید باور داشته باشیم که بیماری کرونا ویروس در صورت نبودن دیگر بیماری هایی که حالت های وزین کننده را پیش می آرند تبابت شونده می باشند. می خواهم یک نقطه مهم را تکراراً تاکید نمایم. پیدایش و در سراسر عالم با سرعت تیز پهن‌گردیدن این بیماری اکثر کشورهای مترقی و از لحاظ تکنولوژی پیشرفته و دارای اقتدار بزرگ صناعت داروسازی را در حالت ناگوار و سرگومی قرار داد چون این وضع برای ما سبق می باشد و ما و شما را وادار می سازد که با مسئله تربیه کادرهای بلندساز بازآموزی و تبادل تجربه با متخصصان کشورهای پیشرفته دقت اولین درجه دهیم
و در نزدیکترین فرصت دایر به رشد صنعت داروسازی کشور تدبیرهای فوری و مشخص اندیشد. زیرا در چنین شرایط وزین و حساس کسی در فکر کسی نیست و طبیعی است که در چنین حالت ها هر یک کشور با حال مشکلات خودش بند می شود. کی پروایی کی دارد؟ اکثریت دولت ها بین یک دیگر سردار را بست. بسیارش از همکاری ها کردن دست کشید. حتی کمک کردن به یک دیگر. یعنی ما گفتنی هستن که پیش هستم ما خودمان قوی خودمان را خوردن آماده کن. برای همین هم در سیاست رهبر دولت از روز اول تا امروز از زمان استقلالیت در مد اولین درجه این رشد نیز شاهای علم و معارف بیستد. یعنی معنای آن را دارد که ما در مملکت باز هم میگویم در یک جایگی ما برای تربیه کادرها متقاعدان از زینه تحصیلات از باغچه سر کرده تا زینه سطح بلند بنیاد دقت اولین درجه دیم و تمام ذخیره و امکانیت ها را سفربر کردنمان ضرور است. و ببینید امروز دوستان عزیز تمام دنیا پیش از همه خانه خدا را بستند، مسجد ها را بستند، افطار کردن بستند، ترابه کردن من کردند. همه به خاطر چی؟ به خاطر امنیت سالم نگاه داشتن ملت و خلقهای خودشان. یعنی مسجد کی میرود؟ مسجد آدم سالم، فردی سالم میرود. بهترین کادرها را گیریم باز آموزی روان کنیم، بهترین کادرها را تربیه کنیم، چی در داخل و چی در خارج. همه طرف ها دستگیری کردن نکن. طوری که مشاهده های سالهای آخر نشان میدیم تغییر یابی اقلیم سیاره و در نتیجه آن با وجود آمدن فلاکت های گوناگون طبیعی و تکنوگینی از جمله آبخیزی، خشکسالی، فرامدن یرج، آبشویی با سرعت پیریخ ها و دیگر حادثه های نامطلوب باعث با وجود آمدن بیماری های گوناگون شده ایستادند. احتمال می رود که یکی از سبب های پیدایش بیماری کرونا ویروس نیز همین عامل ها به شمار می روند. بنابراین اعتبار جدی دادن به مساله های حفظ طبیعت و نگاه داشتن تازگی اکولوژی وظیفه مهمترین تمام انسانیت از جمله مردم ما می باشد. من همی در مرحله من پیش برامدا گفتم کرانویس میگذرد. انا بر روسای وزمین در فصل تیرما زمستان در پیش است. برای چی؟ در اکثریت دولت های دنیا خوشسالی است. خوشسالی، کمابی در بسیار دولت ها. سوختارهای شدید، آبخیزی، همه این بچه آورده میرساند. همه این با آن آورده می رساند که حجم استحصال محصولات غذایی در دنیا کم می شود. با استفاده از فرصت مناسب برای رئیسان همه ولایت ها و شهر و ناحیه سپارش قطعی داده می شود که در مرکز ولایت ها و شهر و ناحیه هایی که بیمارخانه کسلی های سرعتی ندارند با جلب صاحبکاران با ننگ ناموس هرچی زودتر به بنیاد چنین مؤسسه آغاز نمایند و آنها را تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی با تمام تجهیزات ضروری طبی به استفاده سپارند. سروزیر مملکت رئیس ستاد نویشته گیرتان از پگاه سپارش در همه شهر ناحیه های مملکت و بسته به شماره اهالی. یک زمان همین مرکز های کسلخانه های سرایتی انفکسیونی در قریب همه شهر ناحیه مملکت وجود دارد. این را برای آماده در کار است. کروناویروس کروناویروس، لیکن دیگر کسلی های سرایتی است که این هر سال در ما کسلی های سیل داریم. هر سال کسلی های از ماه سپتامبر تا ماه اپریل زکام موسمی ABC گیپاتیت داریم، یعنی زرپرمی، با دیگر کسلی ها داریم.
یعنی مثلی بنامین که تمام دنیا را در حیرت گذاشت، تمام دنیا دولت های حتی پیش رفته. حالا بسیار من تعلیم کرده میبورم در جهان چی هست؟ در تمام دولت های دنیا از شماره مریض شدگان، کسل شدگان همین با همین ویروس همگی 26% بیستری شدن. در روسیه 28%، دیگر در خانه ها. یگان دولت دنیا ایکانه ندارد که همه مریض شدگان را بیستری سازد. به این نگاه نکرده ما چنین شرایط مهیا کنیم. حالا هست داریم، ما زیاده از 50,000 رخت خواب داریم یا که جای خواب در مملکت. در بسیار شهر نایا پرابلم جدی نیست، لیکن باز هم بنیاد کردن ما در کار. در یک جایگی با صاحب کاران، حاکمت های محلی، با مردم در ظرف یک سال، اقلا برای 100 جای، برای 150 جای، اهالی در نگاه کرده برای 40-50 جای، با تمام شرایط ضروری. باور دارم که ما با عملی نمودن تدبیرهای ذکر شده پیش رای پنجشنبه میبعده این بیماری سیراتی را میگیریم و برای هموطنانمان فضای مساعد یا آرام آسوده را مهیا نموده با کارهای بنیادکاری مشغول میشویم و تاجیکستان عزیزمان را باز هم آباد و سرسبز میگردانیم. همچنین میخواهم سپاس خود را به مردم شریف تاجیکستان بیان نمایم، زیرا میبینم که ساکنان مملکت از پایتخت سر کرده توصیه های طبیبان و متخصصان را رعایت کرده ایستادند. در حالی که ما کارانتین اعلان نکرده ایم، شهروندان ما با رعایت طلبات بهداشتی و ترتیب و نظام با پسشوی شدت بیماری کمک کرده ایستادند. تحلیل ها هم نشان میدهند که وضعیت رو به بهبودی آورده ایستاده است. هر یک ساکن کشور را ضرور است که به خاطر هر چه زودتر برطرف گردیدن این بیماری رعایت قطعی قاعده های بهداشتی را ادامه دهد. بار دیگر تاکید میکنم که سلامتی هر یک شخص پیش از همه در دست خود اوست و تبابت بیماری نیز در صورت همکاری مردم با طبیبان نتیجه نیک میدهد. ما باید هرگز رو افتادن نشویم و کوشش کنیم و باور داشته باشیم که با تلاش و مبارزه متحد و سرجمعانه البته از این وضع دشوار میبرویم. من در سخنرانی های خود بارها گفتم و امروز بار دیگر تکرار میکنم که زندگی از روز تولد تا دمی واپسین عمر انسان مبارزه است. در این مبارزه شخص دست بالا می شود که اراده قوی و امید به فردا داشته، عقل و ذکاوت، دانش و تجربه و ملکه و مهارت خود را استفاده می برد. مردم تاجیک حتی در زمان استقلال دوره های از این بیماری چندین برابر وزنتر را پسی سر کردن. دل پرانه ابراز می دارم که این مرحله مشکل را نیز با سری بلند سپری می کنم. همچنین با اطمینان اظهار می نمایم که طبیبان ما از عهده حل دشوارترین مسئله ها می برایند و در پیشگیری کردن پهشوی منبعه این بیماری و تبابت آن نیز با کمال مسئولیت و احساس گرم انسان دوستی غالب می برایند. در آخر با همه شما طبیبان و همشیراهای شفقت برای کار آزم می نمایم. رهبر دولت همیشه با شما و در فکری دستگیری شماست. ما همه یک جا در این مبارزه حتما دست بالا می شویم و سالمی مردم کشورمان را تأمین می کنیم. سلامت و سربلند باشید.